هشتمین حراج تهران چه گذشت؟ کدوم آثار به چه قیمتی به فروش رفت؟ یک بانوی هنرمند پیشتازه هشتمین حراج هنر تهران شد. اثری ترکیبی از منیر فرمانفرمایان برگرفته از معماری ایرانی با قیمت 1,300,000,000 تومان به فروش رفت و نیز اثر دیگری از همین هنرمند 280,000,000 تومان چکش خورد. تا به این ترتیب نام این هنرمند با مجموع فروش 1,580,000,000 تومان به عنوان پیشتاز فروش هشتمین حراج هنر تهران رقم بخورد. تابلویی از کامران یوسفزاده و اثری از فرهاد مشیری هر یک با فروش 1,000,000,000 تومانی در جایگاه بعدی نشستند و پس از آن آثار چهره هایی همچون منوچهر یکتایی، حسین زندرودی، منصور قندریز، فریده لاشایی، کوروش شیشه‌گران و پرویز کلانتری بین 200 تا 500 میلیون تومان چکش خورد. با این حال ستاره این دوره از حراج تهران هنرمندان جوان و کمتر شناخته شده بودند. حدود 90 اثر از آنان با قیمت 20 تا 300 میلیون تومان چکش خورد. چهره هایی جدید و تازه در هنر ایران. تجربه قبلی که تو حراج های تهران یا خاورمیانه داشته انجام می‌شده، هنرمندان تثبیت شده بودند. این بار خب اسمای جدیدتری میبینید، اسمایی که اومدن احتمالا میتونه این آثاری که امروز تو جوانا دارن عرضه میشه هم میتونه بازار جدیدی تعریف کنه. خب کلکتورهای جدیدتری هم داره دیده میشه. به نظرم چشماندازش تا اینجا موفق بوده. در هشتمین حراج تهران 120 اثر از 110 هنرمند جوان و یا پیشگامان هنر معاصر شرکت داده شد. آمار فروش کلی این دوره از حراج 14 میلیارد و 952 میلیون تومان اعلام شد.